وقتی در مورد روحانیت صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که مهمترین نیروی اجتماعی سازماندهی در ایران بودند شاید هنوز هم باشند از قیام تنباکو تا انقلاب اسلامی ایران در بطن همه تحولات اجتماعی بودند بنابراین حتی امروز نباید نقش اونها رو کم رنگ کرد امروز میخوام در مورد موازه روحانیت شیعه در انقلاب مشروطه صحبت کنم سلام به همه دوستان عزیزم من صابر صادقی هستم و شما کانال یوتیوبی خرمگس رو نگاه میکنید در این کانال من موضوعات تاریخی رو از بعد اجتماعی نگاه میکنم اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و نوتیفیکیشن رو روی آل قرار بدین همچنین یک کامنت به انگلیسی میتونه از پیدن سابسکرایب های شما جلوگیری کنه. اول ببینیم که ما در مورد چه جامعی صحبت می کنیم جامعه که اکثریت مطلق اون بی سوادن آماری نداریم اما میتونیم بگیم که بیش از 90 درصد بی سوادن حتی در حد اکابر خواندن و نوشتن هم نمیدونن این رو از کجا میگم آمار سال 1335 رو میدونیم کلی اتفاقات افتاده دوره محمد رزا شاه پهلویه همون مردمی که در جنبش نفت مشارکت کرد کردند همون مردمی که مجلس داشتند جامعه که درش کلی روزنامه ها چاپ می شد آمار سواد سال 1335 15 درصد، یعنی 85 درصد بی سوادن. در دوران قاجار نحوه تعامل افراد از مجرای همین تکیه هاست از مجرای شرکت در مراسم ازاداریه رسانه اونها چیه؟ روحانیت از مجرای اوس که آگاهی نسبت به دنیای خارج کسب می کنند فوقش بتونن که منبر مورد اعتماد خودشون رو عوض کنند مثلا از منبر یک ملای مشروع خواه برن سر منبر یک ملای مشروع خواه علاوه بر اینها در این دوره قضاوت هم در دست روحانیته آموزش در اکابر هم توسط آخوند و ملای محل یا آخوند مورد اعتماد انجام میشه در این جامعه صحبت از آزادی ساده نیست بسیاری از روحانیون طرفداران آزادی رو متهم میکنن به بیقیدی و بیدینی البته روحانیونی هم بودند که با ارائه تفسیری نو از مبانی شرعی اسلام رو با حکومت قانون و آزادی فردی سازگار میدونستن مثلا ملا عبدالرسول کاشانی رساله ای رو نوشت به نام رساله انصافیه که در اون از آزادی خواهان دفاع کرده بود و گفته بود این ایده لزوما تعارضی با اسلام نداره در واقع قبل از انقلاب مشروطه یک جدالی نظری بین طرفداران نظام حاکمیتی سنتی و تحول خواهان ایجاد شده بود گسلی که میتونیم اسم اون رو تقابل مشروط خواه و مشروع خواه به نامی شاخصتن شخصیت نیروهای مشروع خواه شیخ الله نوریه جان خودش رو هم در این راه داد پس از تشکیل مجلس اول اولین بار این مخبر و سلطنه وزیر معارف بعد از مشروطه است که پیشنهاد کرد به جای لفظ مشروطه از مشروع استفاده بشه گمان این بود که روحانیون مجلس با این پیشنهاد همراستا میشن دیگران هم شهامت مخالفت پیدا نمی کنن. اما اینطور نشد مجلس با اون مخالفت کرد درباره مهدی قلیخان هدایت معروف به مخبر و بخوام بگم او شخصیتی و یکی از رجال بسیار مهم دوران قاجار و اوایل پهلوی بود نتیجه ی این تقابل چی بود عده‌ای از روحانیون تهران در حرم عبدالعظیم بس نشستند در این بس نشینی شیخ فضل الله نوری رساله‌ای رو منتشر کرد و فتواهایی مبنی بر حرام بودن مشروطه داد در سال 1286 تعدادی از علمای تهران در رأس اونها شیخ فضل الله نامه‌ای به محمد علی شاه نویسند که مجلسی که با الگو برداری از قوانین پارلمان های اروپایی تشکیل شده است با قواعد اسلامی منافات دارد و ممکن و جمع نیست ایرادهای های شیخ فضل الله چی بود؟ اینکه در نظام مشروطه قانون گذاری توسط نمایندگان ملت صورت می گیرد. این علت اصلی مخالفت شیخ با مشروطه بود حراسه او چی بود؟ به زیر کشیده شدن پایه های مذهب از بین رفتن جایگاه فقها ها از بین رفتن جایگاه شرع مقدس در میان مردم بله در ابتدا شیخ فضالله با مشروطه همراه شده بود در کنار دو شیخ دیگه بهبهانی و تبا تبایی نشسته بود اما بعد از مدتی متوجه شد که بنای اصلی مشروطه بر مبنای تفکرات مدرنه باهاش مخالفت میکنه و هم خب تلاش میکنه نظریه مبنی بر مشروطه مشروعه رو پررنگ کنه حالا این مشروطه مشروعه چیه؟ بیایم از زبان تاریخ نویسان این ادعا رو بررسی کنیم محمد علی کاتوزیان میگه مشروعی که شیخ فضل الله از اون حمایت میکرد مبنای روشنی نداره و در واقع یک انتقادی بوده متوجه جریان مشروطه که در واقع هدف این بوده که مشروطه رو خچهدار کنه و مذهب و رهبران اون رو مرتد اعلام کنه یا بابی اعلام کنه بهشون میگفت کافر اما تعریفی از مشی مشروعه رو به عنوان یک نظام حکومتی مطلوب ارائه نمیده به گفته کاتوزیان مشروعه در هر حال نمیتونه الگویی برای حکومت مشتهدان ایجاد کنه صرفاً ابزاری بود برای شاه تا استبداد سنتی رو احیا کنه ابزاری بود برای برخی از مشتهدان تا دایره نفوذ اجتماعی خودشون رو زیاد کنن ابزاری بود برای شیخ فضل الله تا از رقبای خودش پیشی بگیره به عنوان مهمترین مشتهد سیاسی کشور مطرح بشه البته میون تاریخ نویسان هم این مشروطه مشروعه طرفدارانی داره موسان نجفی موزه شیخ فضلالله نوری رو مخالفت او رو نه با مجلس و مشروطه بلکه با روند غربی شدن مشروطه میدونه به عقیده نجفی تفاوت این جریان با علمای مشروطه خواه نجف تو اینه که اینها استعمار و تهاجم فرهنگی غرب را مهمترین خطر میدونن ولی علمای نجف استبداد رو خطر شماره یک میدیدند سید اسدالله خرقانی هم فکر می کنم که هم فکر شیخ بوده در سال 1296 رساله ای می میده که با استبداد درش مخالفت میکنه اما به نقد مشروطه میپردازه و اعلام میکنه که این انقلاب به معنی ترجیح دادن دموکراسی ناقص غربی بود بر دموکراسی اسلامی که از صدر اسلام در کشور حاکم بود. به نظر بنده شخصا شیخ فضل الله فقیه جامعی بوده احتمالا بیش از هم به درستی فهمیده بوده که این دو نظام حقوقی شریعت و مشروطیت نمیتونن به صورت واحد و یک پارچه ترکیب بشن بنابراین عبارت مشروطه مشروعه رو وضع میکنه تا در بهترین حالت یک شعار مناسبی باشه برای سردرگم کردن مشروط خواهان به نقل از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان میگم شیخ فضلالله به نازم الاسلام کرمانی نویسنده ای کتاب میگه تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم آیا مدارس جدید خلاف شعر نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با ازمهلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند مدارس را افتتاح کردید آنچه توانستید در جرایت از ترویج مدارس نوشتید حال شروع به مشروطه و جمهوری کردید حالا ایرادهای شیخ به مشروطه چی بود؟ خب امروز میدونیم که قانونگذاری اساس دموکراسیه و اساس مشروط است اما شیخ فضل الله عقیده داره که قانونگذاری در دست خداست مردم در اون مدخلیتی ندارن ترس شیخ فضل الله در واقع از بین رفتن جایگاه فقه و شرع مقدس در بین مردمه در اعلامی های بسنشینان حرم شابدالعظیم و مخالفان مشروطه میخونیم که اونها مشروطه رو تاسیس نهادی میدونن که هیچ گونه مبنایی در قانون شهر نداره دومین ایراد شیخ اون بود که نمایندگان مجلس کلمه اسلامی رو از عنوان اولیه مجلس حذف کردن شیخ بر بنیان اسلامی مجلسی که علما خواستار اون بودن تاکید میکرد مدعی بود که مجلس شورای ملی و مشروطیت تا زمان بسنشینی در سفارت انگلستان اصلا شنیده نشده به نظر او علما خواستار مجلسی بر اساس اسلام قرآن شریعت و اصل امر به معروف و نهی از منکر بودند. ایرادی که شیخ میگیره اینه که این مفاهیم مثل شورای ملی آزادی برابری قانون اساسی همگی لباسهایی هستند بر هیئت بیگانه و خارج از قانون الهی و کتاب مقدس که این بدعتگذاران این کفار مشروطه ها اونها رو, رو رواج میدن این ایرادها حتی قبل از به بسته شدن مجلسه پس از به بسته شدن مجلس این تعارفات رو کلا کنار میذاره استدلالهاش در دو بیانیه اعلام شده بیانی ها بسیار مفصله اما به طور خلاصه موضوعات اعتراضی شیخ میتونیم این شکلی تقسیم بندیشون کنیم اول مخالفت با تصاوی تمام اتباع کشوره تصاوی میان اتباع کشور که در قانون مشروطه وجود داره با این بهانه که مؤمنان نسبت به کافران باید واجد موقعیت ممتاز تری باشند یکی از نمایندگان در وصف اهمیت این اصل به شیخ گفته بود که دولت غربی ایران رو بدون این اصل اصلا مشروطه نخواهند شناخت شیخ جواب میده که مملکت اسلامی مشروطه نخواهد شد علت آن بود که محال است که مسلمان با زرتشتی با مسیحی با یهودی برابر باشه دومین دلیل مخالفت مخالفتش با آزادی نشره به گفته شیخ آزادی نشر اسباب فتنگری تهمت و افترا رو ایجاد میکنه بعد از این بود که شیخ عبدالرحیم طالبوف تبریزی رو نویسنده اصلاح طلب و یکی از روشنفکران بزرگ اصر مشروطه رو تکبیر میکنه نوشته رو به این دلیل که با شریعت ناسازگارن تحریم میکنه سومین دلیل مخالفتش مخالفت با اصل تعلیم و تربیت اجباری بود تداشی بود که مشروطه خواهان از ابتدا داشتند برای تاسیس مدارسی به سبک فرنگی که به گفته شیخ بر اساس هدایت خارجی است چهارمین استدلالش مخالفتش با قانونگذاری بود و قانونگذاری رو سبب سوس شدن مبانی شریعت میدونست از دید او اسلام هیچ نقصی نداره که کسی بخواد اون رو با قانون مرتفع کنه شیخ فضلالله مخالف تفکیک قوا بود و مخالف اختصاص قوی برای قانونگذاری بود که از نظر او بدعت بود از نظر او زلالت محض بود شیخ فضلالله از متمم قانون اساسی 20 مورد اشکال گرفته که از نظرش با شهر سازگار نیست این مسئله رو مسئله قانونگذاری رو محمد حسین تبریزی یکی از مخالفای سرسخت مشروطه هم با انتشار یک رسالهی مطرح میکنه و نهادهای جدیدی مثل مجلس رو خلاف شر میدونه به عقیده تبریزی ضرورت تشکیل مجلس در کشورهای اروپایی فقدان قانون شر در مسیحیته ولی در اسلام احکام شرعی کافی وجود داره تنها ضرورت موجود تشکیل مجلسیه که بر اجرا شدن این شرعیات نظارت کنه تبریزی در رساله خودش نظمهای سیاسی رو به سه دسته تقسیم میکنه مشروطه مشروعه و معموله مرادش از معموله استبداده ابتدا نظام مشروطه و معموله رو در مقابل نظام مشروعه قرار میده و بعد های استبداد رو بر مشروعه میشماره سلطنت استبدادی رو حکومت مطلوب در دوران غیبت معرفی میکنه به نظر او استبداد فسقه و مشروطه کفر و بر اساس قاعده دفع افسد به فاسد فسق رو بر کفر ترجیح میده خب در مقابل روحانیونی هستن که تفسیرهای نوعی ارائه میدن مثلا رساله ای هست از کسی به نام اماد علمای خلخالی که به سلطنت مشروطه و فواید او میپردازه و میگه که نظام عرفی برای تأمین مساله دنیاویست و اصلا این امر این نظام عرفی در قلم شرع و مذهب قرار نمیگیره که بخواد با اون تعارض ایجاد بکنه حکومت مشروطه به گفته خلخالی تصویری از فرمان روایی خداوند در عالمه که در آن بنده قادر به ظلم کردن به بنده دیگه ای نیست یه شخصیت دیگه هم هست به نام نصر الله تقوی یک رساله ای داره سوال و جوابیه که درش فواید مجلس ملی نوشته شده و توضیح داده که تشکیل مجلس ملی مغایرتی با شر نداره این جنگ مشروطه خواه و مشروع خواه بعد از به تو بسته شدن مجلس اصلا وارد یک پیکار تمام ایاری میشه در این دوره رساله های منسجمی در دفاع از مشروط تهیه میشه محمد اسماعیل محلاتی قروی یکی از فقه های ساکن عتباته یک رساله ای داره که فارسیش میشه مراد از سلطنت مشروطه که درش مقالطه های مشروع خواهان رو مسرح کرده بهشون پاسخ داده بعدش این رساله رو به تایید دو مرجع بزرگ تقلید شیعیان در عراق رسونده آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی یکی از مهمترین رساله ها که در اون زمان نوشته شده رساله تنبیه الامه و تنزیه المله اثر میرزای نائینیه محمد حسین نائینی که خب یک رساله در دفاع از مشروطه در واقع نخستین رساله در ارائه منظم اندیشه های سیاسی شیعه است نائینی در این رساله خب نظریات شیخ فضل الله نوری رو تنظیم کرده بهشون جواب داده و حکومت استبدادی رو نرف میکنه بهترین نوع حکومت از نظر نائینی یک نظام مبتنی بر اسمته که تحقق اون در دوران غیبت امکان پذیر نیست اما از اونجا که هیچ اجتماعی بدون نظام حاکمیتی نمیتونه دوام داشته باشه دو شیوه فرمانروایی قابل تصبره. یکی مبتنی بر فرمان روایی و استیلای یک شخص شاه که مالک تمام جان و مال مردمه و مردم حکم یتیم و رو دارن و دیگری حکومتیه که در اون شاه خب تصرفات خودش رو محدود کنه اساس سلطنت هم مبتنی باشه بر اقامه وظایف و مساله نوعیه در این شیوه خب کشور و قدرت سیاسی امانتیه که به شاه سپرده میشه تا با توجه به مساله عمومی به صورت مشروط اون رو اداره کنه مردم در همه امور مربوط به مساله عمومی به صورت مساوی شریکند به عقیده داوود فیرهی ناینی نا نظارت بیرونی رو مصداق مدرن اون یعنی تشکیل مجلس شورای ملی و تدبین قانون اساسی میدونه فکر میکنم با این توضیحاتی که عرض کردم خدمت شما ساختار جدال دستگاه روحانیت حول مشروطیت کاملا خب مشخص شده نظرتون رو در این زمینه با من در میون بذارید به نظرم میرسه که امروز 118 سال پس از مشروطه ما هنوز هم درگیر مسئله مشروطه و مشروعه هستیم سالی که گاه در ذهن من ایجاد میشه اینه که این مسائل ایران گویا پیوسته دارن تکرار میشن گویا در اینجا ما چیزی حل نشده داریم نمیدونم شما با این حرف من موافق هستید یا نه امیدوارم که نسل جدید یه شکل متفاوتی فکر کنه و عمل کنه از من تمام تا دفعه بعد در پناه خرد مواظب خودتون باشید